خیلی مواد غذایی و آجیل دست مردم نمیرسه. الان اینجا بعضی هم میبینن عکس تو چشاشون پر شده، پسته 250 تومن رو میبینن نمیتونم بخرم. اومدیم بگیریم منتو قیمتاش بالا جور در نمیاد. ما واقعیتش کارگر جمعیتیم. سه چهار نه یه 2 کیلو فقط شکلات خریدم، چیز دیگه نخریدم. نه واقعیتش این نه تنها یه جا، همه جاش رفتم دیدم زیاد زورمون نمیکشه، بود بوجمون نمیکشه، گفتیم بی خیال شیم دیگه. بر اساس آمار منتشر شده توسط منابع حکومتی، حدود 85% مردم خرید اقلام مربوط به چهارشنبه سوری و عید نوروز را به دلیل گرانی کاهش دادند. در حال حاضر آجیل بین 200 تا 260 هزار تومان، فندق کیلویی 100 هزار تومان و تخمه ژاپنی کیلویی 80 هزار تومان به فروش می رسد. امسال قیمت آجیل نسبت به سال گذشته بیش از 2.5 برابر شده است و بسیاری از مردم آجیل را از پذیرایی نوروزی خود حذف کردند. چه باید اینجوری وایسین نگاه کنیم؟ نگاه کنین شما کیلو 11 تومان بوده الان شده 140 هزار تومان. کی باید جوابگوی مردم باشه؟ تا کی باید اینجوری باشه؟ بله اومدم بخرم نمیتونم بخرم. جیبم پر از پوله، نگاه کن نمیتونم بخرم. وقتی نگاه میکنم کیلو 11 تومان بودش 140 هزار تومان شده، چجوری بخرم؟ خیلی پایین اومده قدرت خریدمون، خیلی کم شده. اومده و خرید آدم میبینه که گرونه نمیشه، نمیتونه بخره. یه بازنشسته هم حقوق هم نمیرسه. نمیخریم، خیلی گرونه. برای چی بخریم؟ دیگه دولت هم یک فکر نکو کاری کنی برای ما. پسته متوسطش 10 دلاره. 10 دلار حساب کنیم میشه تقریبا 130 خورده تومان، مثلا 130 هزار تومان میشه. با خرجاش تقریبا 150-160 تومان میشه. اومده بودم مخصوص همین که آجیل بخرم، نمیتونم. میرم یه خود تخمه این خود کشمه چیزی برای بچه ها بگیرم برم. برخی رسانه های حکومتی نیز عکس های منتشر کردند که نشان میدهد پسته صرفاً برای گرفتن عکس از آن در سفره هفت‌سین کرایه داده میشود. تصاویری که از چهره شماری از هموطنان موقع دیدن قیمت ها منتشر شده، گویای اوضاع مردم در آستانه عید نوروز در حاکمیت آخوندهای دزد و چپاولگر است. یک هموطن در توصیف وضعیت مردم در روزهای پایانی سال میگوید نه فروشنده ها خوشحالند نه مردم. مردم توان خرید ندارند و فروشنده ها هم از بازار شب عید چیزی دشت نمی کنند. فقط شلوغی توی خیابان ها شاید مثل آخر سالهای دیگر باشد، وگرنه هیچ چیزی شبیه عید نیست. اینجا که والا خیابون شوشه، ارزونتر از همه جاست. حضرت عباسی پدرمونو در آورده بخوایم دست به میوه بزنیم، بچه هم موز خواست، یعنی خدا سر شده نتونستم براش بخرم. توت فرنگی دیگه چیه، اونم نتونستم بسه. واقعا به ولای نگرم بخوام پشت دوربین به شما بگم، نه نتونستم بخرم. حضرت عباسی دست به هر چی میذاریم به مشکل میخوریم. چجوری من باید برای زن و بچه‌ام چقدر باید کار کنم، چقدر باید کرایه بدم، چقدر باید مصیبت بکشم که تو شکم زن و بچه‌ام؟ حالا اینا هیچ، خرید عیدشون مثلا اینجا از همه جا ارزان‌تره. شما خودتون قیمت کنید، قیمت دستتون میاد. هر کی میاد یه دونه سیب بده، یه دونه پرتقال بده، یه دونه لیموشیرین بده. اونی که 2 کیلو 3 کیلو می‌خرید یه دونه 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 می‌خره الان. بله بیشتر مشتری. خب قدرت مردم اومده پایین دیگه. پوشان کیلو 110 هزار تومان واقعا اومده پایین. قدرت خرید واقعا نیستش. رژیم ضد کارگری آخوندی میزان حداقل دستمزد کارگران در سال 98 را 1,516,000 تومان اعلام کرد. حق اولاد نیز به ازای هر فرزند زیر 18 سال 151,000 تومان، حق مسکن 100,000 تومان و حق بن کارگری 150,000 تومان در نظر گرفته شده است. این در حالی است که کارگران میگویند برای تأمین هزینه‌های حداقلی زندگی رقم واقعی حداقل دستمزد 7 میلیون تومان در ماه است. حکومت آخوندی به طور غیرمعمولی میزان حداقل دستمزدها را در ساعت 1 بامداد سه‌شنبه اعلام کرد تا با واکنش‌های کارگران مواجه نشود. اما 3 ساعت بعد با فریبکاری تحت عنوان دستمزد ترکیبی با دستکاری در رقم‌ها وانمود کرد که در این فاصله دستمزدها افزایش پیدا کرده است. خبرگزاری حکومتی ایلنا بدون اشاره به اینکه بین ساعت 1 تا 4 بامداد
چه اتفاقی افتاده که تعویض ظاهری رقم‌ها صورت گرفته نوشت؟ بر اساس تصمیم شورای عالی کار، سایر سطوح به صورت ترکیبی به میزان 261148 تومان افزایش یافت. این خبرگزاری حکومتی افزود، 3 ساعت پیش از این در ساعت 1 بامداد، حداقل دستمزد کارگران 1,516,000 تومان تعیین شد. به این ترتیب، حداقل بگیران بدون فرزند حدود 1,780,000 تومان و کارگران متأهل با 1 فرزند حدود 2,000,000 تومان دریافتی خواهند داشت. این رقم در شرایطی اعلام شده است که ارگان حکومتی موسوم به کمیته دستمزد شورای عالی کار در 24 بهمن ماه رقم 3,759,200 تومان را به عنوان سبد معیشت خانوار کارگری با میانگین 3.3 نفر محاسبه کرد. روز 26 اسفند، قبل از اعلام رسمی حداقل دستمزد کارگران و مزدبگیران توسط رژیم، آخوند روحانی با کوچک کردن نرخ تورم از 20% افزایش حقوقها خبر داد و ناتوانی نظام آخوندی در افزایش دستمزد کارگران و حقوق بگیران متناسب با نرخ تورم را به نمایش گذاشت. برای اونهایی که درآمد ثابت دارند، برای همه کارمندان، چه اونهایی که مشغول کارند، چه بازنشستگان، که مجموع کارمندان ما و بازنشستگان ما حدود 5,500,000 نفر هست، و برای همه کارگران که اونها هم یک جمعیت حدود 14,000,000 نفر هستند، تلاش کردیم که بتوانیم حقوق و مستمری اونها را در کارمندان حدود 20% و برای کارگران بیش از 20% بتوانیم برای سال آینده افزایش قائل باشیم. ما تورم امسال ما بیش از 20% بوده، اما توان ما برای افزایش حقوق و دستمزد بیش از این نبوده. به اعتراف اعضای مجلس ارتجاع نیز، دستمزد فعلی کارگران کفاف 10 روز زندگیشان را نمی دهد. به گفته یک عضو مجلس رژیم، در حال حاضر 93,000 کارگر در 900 واحد تولیدی متوسط و بزرگ 2 ماه تا 1 سال است که حقوق نگرفتند. این رقم شامل میلیون‌ها کارگری که در کارگاه‌های کوچک زیر 10 نفر مشغول کار هستند نمی شود. یک عضو دیگر مجلس رژیم در روز 20 اسفند میزان تورم سال 97 را 49% اعلام کرد و گفت که تورم در سال آینده به 60% خواهد رسید. یک کارشناس اقتصادی رژیم نیز در یک اذعان تکان دهنده به پایین آمدن سطح زندگی کارگران گفت با سقوط ارز، حداقل دستمزد و مزایای قانونی نیروی کار از 400 دلار در ماه در سال 1389 به کمتر از 100 دلار در اواخر سال 1394 سقوط کرده است. از سوی دیگر، کارگران نیز در ارزیابی‌هایی که در برخی رسانه‌ها منتشر شده می‌گویند حداقل دستمزد برای سال 98 بایستی دست کم 7 میلیون تومان برآورد شود. به همین دلیل است که حکومت آخوندی برای اعلام حداقل دستمزد به ترفند اعلام شبانه و انتشار ارقام متفاوت 1 روز مانده به سال جدید و در آستانه تعطیلات نوروزی اقدام کرده تا این سیاست ضد کارگری خود را با قیمت کمتری به کارگران به جان آمده میهنمان تحمیل کند.